همه این چیزا بس میتونه بس بشه که آقا شما واقع بین باشی. خیلی مثلا نمیخوان اسلام واقعیت تروریسم و اسلام رو بدونن، یا اینکه بفهمن، یا اینکه باور بکنن. واسه شون راحت تره که فکر کنن که خب خیلی از غربی ها مثلا، واسه شون راحت تره که باور کنن که 11 سپتامبر چیز بوده، خود آمریکا بوده، نمیدونم، یا یهودیا بودن، یا تا اینکه باور کنن که یه سری از یه کشور دیگه اومدن به ما حمله کردن و با یه باورهای خاصی و ربطی به یه مذهبی داره که خیلی ها تو دنیای مذهب رو دارن و این مذهب رو استفاده کردن و به این رسیدن که بیان ما رو بکشن. و اونایی که اینا رو کشتن میتونستن هر کس دیگه ای رو تو غرب بکشن. این خیلی سخته واسه غربی ها چیز کردن، قورت دادن که یه سری هستن میخوان ما رو بکشن بخاطر اینکه ما کافر هستیم و اونا مسلمون هستن. و این خیلی سخته واسه شون فهمیدن یا قبول کردن. و برای همین حتی مثلا دوباره من میگم جوروگن، برای اینکه جوروگن خیلی من خودم خیلی جوروگن دوست دارم ولی خود جوروگن بعضی موقع میاد مثلا میگه که ما نمیدونیم، مثلا حالا 100% نیستیم شاید که مثلا 11 سپتامبر چه جوری بوده، یا یعنی آدم فقط فکر میکنه که نه اینا رو نگو. ولی فکر کنم به خاطر اینکه نمیخوان، بعضی نمیخوان واقعیت رو قبول کنن، نمیخوان واقعیت شاید یه خورده تلخ باشه. خب ببین، ما که میگن که آرمین مگه نباید ما شکاک باشیم، تو نمیتونی هیچ چیزی رو بگی 100% هست. خب آره، من ولی شما نمیتونیم با دنیا اینجوری رفتار بکنیم. خب آره، یه چیزی 100% نیست ولی 99.999 خب من میگن که خب آره هیچ چیزی 100% نیست، درسته. همه این تئوری هر اینجوری که شما بخواید رفتار بکنید، خب من هر تئوری رندوم هم بخوام بیام بدم بیرون، اونم میتونه واقعیت داشته باشه. اصلا ممکنه که چه میدونم چی بگیم، مثلا ممکنه این واکسنه اصلا ممکنه چه میدونم یه آدم فضایی اصلا اومده باید شما داده باشه. خب اصلا ممکنه چه میدونم هر کسی میتونیم بگیم یه مش دیو بوده که اومدن تو زیر زمین آزمایشگاه دارن برای ما یه ویروس، هر چی که از خود در بیاری. خب من هیچ چیزی 100% میتونی بگی 100% نیست؟ نه، هیچ چیزی 100% نمیتونه، کسی نمیتونه بگه نیست. من میتونم سانتا کلاس هم ممکنه وجود داشته باشه، پیتر پن هم ممکنه وجود داشته باشه، هری پاتر اصلا ممکنه یه دنیای واقعی باشه. خب هیچ چیزی نه خدا از... آره خدا را کسی نمیتونه بگه 100% نیست. خب ما اینجوری نمیگیم که چون نمیتونی بگی 100% نیست پس باید حتما جدی بگیری. نه، یه سری چیزایی با اینکه احتمالشون صفر نیست، انقدر احتمالشون نزدیک صفره، انقدر نه اپسیلونه. خب ما تو ریاضی میگفتیم اپسیلون یعنی صفر نیست ولی بغل صفره، یعنی من میتونم بی‌نهایت تا تئوری بدم. چون میتونم بی نهایت و تئوری بدم و هیچ کدومش شما نمیتونین اثبات بکنین که وجود نداره، احتمال هر کدوم از اینا یک روی بی نهایته. یک روی بی نهایت صفر نیست و یک روی بی نهایت اپسیلونه، ولی ما با اپسیلون مثل صفر رفتار میکنیم. ما با اپسیلون مثل صفر رفتار میکنیم، مگر شما اصلا نمیتونی زندگی کنی. چون من اگه که میخواین با اپسیلون مثل 50% رفتار کنین، خب شما اصلا نباید از خونه بریم بیرون، شما از پنجرهتون بریم بیرون، برای که همین تا از پنجره بپریم بیرون جاذبه زمین ممکنه قطع شه. شما میتونین تو به من پیشنهاد به من اثبات بکنین که جاذبه زمین قطع نمیشه؟ نه، چون تا حالا جاذبه بوده، من اینشون که فردا هم جاذبه خواهد بود، ممکنه همین که از پنجره بپریم بیرون جاذبه قطع شه. شما میتونین اثبات کنین؟ هیچ، این چیز فلسفیه اصلا، هیچ کسی نمیتونه این اثبات کنه. ولی ما بر اساس احتمالات میریم، بر اساس اتفاقاتی که قبلا افتاده میام احتمالات میدیم به اینکه چه اتفاقی تو آینده خواهد افتاد. احتمالاتش وقتی خیلی زیاد باشه ما مثل 100% باهاش رفتار میکنیم. درسته که 100% نیست ولی مثل 100% باهاش رفتار میکنیم. ما مثلا وجود خدا رو نمیگیم وجود عدم وجود خدا حتمیه، ولی انقدر احتمالش کمه که مثل جوری زندگی میکنیم که انگار اصلا وجود خدا وجود نداره.
خب برای اینکه اگه شما میخواین تو دنیای چون احتمالش هست پس جوری زندگی کنین که احتمال داره جوری زندگی کنین که خدا وجود داره، خب پس باید جوری زندگی کنین که سانتا کلاس هم وجود داره چون احتمال وجود سانتا کلاس هم صفر نیست، جوری باید زندگی کنین که ومپایرها وجود دارن، ورولف وجود داره، پیتر پن وجود داره، همه اینا رو باید شما جوری زندگی کنین که امکان داره وجود داشته باشه. آیا میتونین شما اینجوری زندگی کنین؟ بفرمایید. نازیاتو فکر نه هاشم نه نه آدم باید واقع بین باشه، باید و حتی اونایی که هم که خدا رو وجود دارن میان میگن که خیلی موقع مثلا تو بحث باشون میکنی میگن که ما یه بار زندگی میکنیم، حتی خدا رو باور داشته باشن میگن ما یه بار زندگی میکنیم، یعنی این رو بازم احتمال میدن که شاید فقط همین زندگی رو داشته باشیم که الان داریم، برای همون بیان یه خورده روی زندگی کیف بکنیم، روی زمین کیف بکنیم، از زندگیمون لذت ببریم. خب یعنی اونا هم بالاخره بیشتر باور میکنن که چیزی که الان من میتونم ببینم این واقعی لاغل، اون چیزی که فکر میکنم شاید بعدن خدا و در آسمون و اینا، اون رو من نمیتونم 100% باشم. و خیلی از دوستای من که در دانمارک حتی با پریست، چی میشه ربا پریست میشه به فارسی ربا پریست مترجم ما بیه من با کشیش های دانمارکی هم بعض موقع من یعنی دوست هستم با یه سری از کشیش های دانمارکی، به اونا میگم شما هیچ موقع مثلا در یعنی چیز نمی کنین هیچ موقع هستش که مطمئن نباشیم، میگن آره 100% ما نمیتونیم 100% مطمئن باشیم ولی دوست داریم باور کنیم، دوست داریم باور کنیم که خدا وجود داره، مسیحیت واقعیته و اینا. و مهمترین چیزی که ما میتونیم بکنیم تو اپوزیسیون وقتی بحث از خدا بیاریم بیرون بریم به سیاست، ما مجبوریم واقعیت رو نگاه کنیم، واقعیت رو ببینیم چیه، مدارک چیه، چه به وجود اومده امروز که سر اون صحبت کنیم. و مشکل تئوری توته اینه که تو نمیتونی برسی به این که آقا جان الان ما داریم این بحث میکنیم، این امروز اینجوری بوده، این وضعیت امروز اینجوریه، بیاین این رو روش بحث کنیم. تئوری توته اجازه نمیده. و واسه کسی که در قدرت هست و این تئوری توته نمیذاره، قدرت مثلا جمهوری اسلامی الان اگه که هر چقدر مردم بیشتر به تئوری توته باور داشته باشن کمتر میتونن برسن به اینکه آقا جما باید بیام از جمهوری اسلامی انتقاد بکنیم، هم برای اینکه سخته اینی که آدم بیاد اولا بیاد وقتشو بذاره ببینه چی به چیه، این سخته، بعدش هم سخته که بیای از جمهوری اسلامی انتقاد بکنی، برای اینکه اون وقت میترسی که سر خودت چه بلایی سر خودت چه بلایی بیاد. خیلی از ایرانی‌ها اینجوری فکر می‌کنن و اون وقت تئوری توته خیلی آسون‌تره، خیلی راحت‌تره که آدم بیاد بگه تئوری توته. الان مثلا توی پاکستان اگه یا تو ایران حتی اگه یه چیزی بلای سر مردم بیاد، یه اصلا بگیم زلزله بشه یا هر چی باشه، سوسک، حتی سوسک آمریکا، تقصیر آمریکا بود تو ایران که مردم با سوسک می‌جنگیدن، تقصیر آمریکا بود، آمریکا اومده بود تخمای سوسک رو ریخته بود توی روی ایران که مردم رو اذیت بکنه. چی بود موساد؟ یه نفر فکر کنم که کفششو گم کرد، گفت موساد بود، یادتونه؟ آره من یادم نیست. آره مثلا توی مصر فکر کنم یه نفر خورده شد توی دم دریای مصر، از چی خوردتش نمیدونم، یه حیوان، یه ماهی بزرگی فارسی، نهنگ، یه نهنگ اومده بود، یه یارو خورده بود تو مصر، بعد اینا میگفتن که این اسرائیله که نهنگ رو فرستاده بوده. یعنی هیچ مرزی واسه اینی که تقصیر مثلا دشمنشون بندازن ندارن. و خب این به کسی که در قدرت هست کمک میکنه، به کسی که توی مصر قدرت داره کمک میکنه، برای اینکه وقت تقصیر اونا نیست. اگه توی یه بلای سر مردم ایران بیاد، مثلا کرونا مردم ایران داره میکشه، اینا میگن واکسن چیپ داره، برای همین ما به شما واکسن نمیدیم،
نه اینکه پولش رو نداریم یا اینکه نمیخوایم پولش رو بدیم، پولش رو میخوایم بفرستیم واسه حماس و کسای دیگه استفاده کنن. برای همین واکسن چیپ داره، خب کمک میکنه به جمهوری اسلامی. بعدش هم میگن تازه کمکش هم یه سری کسایی که در غرب هستن و تئوری توتر قبول دارن، اونها در حتی مثلا این راستیایی که به ترامپ کمک میکردن یا طرفدار ترامپ بودن، یه سری اینا هم باور داشتن که توی واکسن چیپ هست یا اینکه میخوان چیپ بزنن به مردم در این حالی که واکسن رو میدن. حالا ایلان ماسک خیلی جالب بود برای من، کسایی که انقدر از مثلا بیل گیتس متنفرن و میگن بیل گیتس میخواد با واکسن توی ما چیپ بذاره، خیلی هاشون عاشق ایلان ماسکن و ایلان ماسک به طور خیلی گفته که میخواد تو سر، یعنی خودش گفته میخواد چیپ تو سر مردم بذاره، یعنی به طور به تو روک راست و بعده گفته من میخواهم تو سر مردم چیپ بذارم. اون عاشق اونن ولی اصلا نمیم عجیب. یه چیزی یه من فکر میکنم یه دلیلی هم این تئوریا داره، اینه که به نظر من برای مردم عصبانی بودن خیلی راحت تر از ناراحت بودنه و باید و برای همین چون عصبانی بودن راحت تر از ناراحت بودنه، باید بتونن یک فلسفه پیدا کنن که بدونن تقصیر کی بوده. خب من نمیگم تقصیر کسی نبوده مثلا بلایی که سر مردم میاد، ولی معمولا پیدا کردن که تقصیر کی بوده یه مقدار پیچیده است، یه مقدار تعداد کسای خیلی زیادی هن، هر کسی رول خودشو داشته، ولی یک فرض برای اینکه بتونن خیلی راحت پیدا کنن یک کسی رو که عصبانی باشد، باید یه تئوری خیلی ساده ای برای دنیا به وجود بیارن که خیلی بتونن راحت انگشت به یه نفر اشاره کنن، به یه چیز اشاره کنن. خب و این باعث میشه که بیشتر از اینکه ناراحت باشن بتونن عصبانی باشن و ما خیلی راحت تر برامون، برای اینکه خشم میتونه برای ناراحت بودن از وضعیت زندگی هیچ راه اکسپرشن نداره، هیچ راه من ناراحتم چیکار میتونیم قدرت میده دیگه. خشم قدرت، یه قدرتی در خشم هستش که در ناراحت بودن نیست. یعنی اکسپرشن من چی بگم، نه این خوب نیست، یه راه بیان یعنی بیان نداره، یعنی مثلا گفتن این که مثلا من ناراحتم هیچ فعالیتی توش وجود نداره. خب میتونه به افسردگی برسونه، یعنی این احتمالش هست که شما رو افسرده بکنه، برای اینکه شما افسرده نشید راحت تر شما عصبانی باشی، شما خشمگین باشی. درسته. ولی و برای اینکه بتونین خشمگین باشین باید بتونین خیلی راحت تعیین بکنین که از کی خشمگین باشین، یا مثلا دین به شما مثلا شیطان میده، چه میدونم یزید رو میده، چه میدونم، یا اینکه دولتت وارد جنگ میشه که عراق باشه، سلمان رشدی باشه، اسرائیل باشه. بعد خشم کلا توی تربیت کلا ماها، میگم حالا ایرانی ها رو من حساب میکنم به مسلمان ها، درسته؟ توی جامعه اسلام یا تو حتی مثلا خانواده من زیاد مسلمان نبودن، ولی توی فرهنگ تو همه فرهنگ ایرانی ها هستش که خشم مثلا مشکل خیلی بزرگیه، مدیریت خشم خیلی مشکل بزرگیه، حتی توی فک و فامیل، یعنی خیلی توی دانمارکی‌ها یا مثلا توی غربی‌ها می‌بینی مثلا یارو به ترامپ رای داده، اون یکی به بایدن رای داده، میشنن با هم دیگه حرف میزنن، میشنن با هم دیگه غذا می‌خورن. اونم خیلی سخت‌تر شده با وضعیت که الان خراب شده توی غرب هم، ولی بین ایرانی خیلی سخته که تو یکی کمونیست باشه، یکی مثلا مجاهد باشه، یکی مثلا بیاد شاهنشاهی باشه، بیاد میشنن با هم دیگه حرف بزنن، اصلا نمیتونن بشنن با هم دیگه حرف بزنن. و اینی که ما هم دیگه رو نمیتونیم تحمل بکنیم هم خیلی راحت تر کار تئوری توتر رو خیلی راحت تر میکنه دیگه، به اونا اجازه میده که کارشون رو ادامه بدن، برای اینکه ما نمیتونیم با هم دیگه گفتگوی عادی داشته باشیم. وقتی او گفتگوی عادی وجود نداره، خب کار تئوری توتر راحت تره. و حتی توی الان امروز که ما الان بحثشو میکنیم، الان خیلی از کسایی که تئوری توتر کیوانان اسمش، اون تئوری توتر رو الان تویتر مثلا میخواد حذف کنه، به جای اینکه حذف کنه بهتره که بیان روش صحبت بکنن،
و آزاد سرش بحث بشه، بخاطر که هر چقدر که اینو بخوان بیشتر سرکوبش کنن بزرگتر خواهد شد. مردم بیشتر باور میکنن به این که چیزی که در رابطهش، وقتی که یوتیوب و تویتر و فیسبوک همینا میان میگن که ما نباید در رابطه با این صحبت کنیم، خب مردم میگن که خب چی نباید صحبت کنیم، خب بس من میرم ببینم این چی اینا چیه، درسته بیشتر سراغش میرن تا اینکه ما بیایم بگیم که آقا تئوری توته چی هست، آزاد در رابطهش صحبت بشیم. همینا هم مثلا ایلومیناتی هم همونجوری که بیلدربرگ مثلا همه اینا بعد در رابطش باش بحث آزاد و واقع بینی در چی میگن بحث آزاد بشه در رابطه با این چیزا که مردم واسه خودشون داستان نبافن. این حرف شما میزنید خیلی درسته، چون همین تئوریا هم دین با سرکوبی بیشتر رشد میکنن، با آزادی بیان اینا کمتر کنترلشون کمتر و کمتر میشه. یعنی میگن که sunlight is the best disinfectant، میگن توی نمیدونم چجوری فارسیشو بگم، ولی با تو نور خورشید توی آفتاب میکروبا کشته میشه همچین چیزی یه همچرف ولی چیزه، ولی خب کرونا هم اتفاقا همینجوری ها تو آفتاب کشته میشه تو کرونا. آره دقیقا این مشکل هم آتاتورک هم رضا شاه همین بود دیگه، سعی کردن به جای اینکه بیان می‌خواستن اروپا رو تقلید بکنن، به جای اینکه مثلا اروپا بیان این عقاید رو بحث بکنن که نشون بدن چقدر بیخودن، دین رو سرکوب کردن. ولی یه مدت کار کرد، بعد شدیدتر برگشت، هم تو ترکیه برگشت هم تو ایران برگشت. یعنی اینا رو نمیتونید سرکوب کنید، اینا رو باید بحث کنین، باید اطلاع رسانی بکنین. ولی یه چیزی هم من بگم، برای اینکه بعضی‌ها فکر می‌کنن ممکنه من دارم میگم که مثلا مردم خشمشون بعضی موقع یعنی خشمگین بودن حق دارن که خشمگین باشن، خب ولی مشکل اینه که خشمگین بودن باید یه مقدار اینکه پیدا کنیم که کی حق داره که ما خشمگین باشیم ازشون یه مقدار پیچیده است، ولی مردم خیلی سخته براشون، میخوان تئوری راحت‌تری داشته باشن. برای همینه که مثلا تئوری توته و دین خیلی جواب خیلی ساده به مردم میده که بتونن راحت تعیین بکنن که از کی خشمگین باشن. هیچ موقع آدم نمیتونه با خشم تنها به کار درستی بکنه. آدم نمیتونه همطور فقط خشمگین باشه و کار درستی بکنه، تصمیم درستی بگیره، نه توی روزمره، نه توی زندگی شخصیمون، نه توی زندگی مثلا حالا نظرات سیاسیمون. تو نمیتونی فقط خشمگین باشی و مثلا یه عکسی از جنگ دیده باشی، بعد مثلا همطور فقط به خاطر اون عکس رو دیدی یا اون ویدیو رو دیدی که مثلا این پروپاگانداست، از روی پروپاگاندا تو نمیتونی فقط خشمگین باشی، تو باید بشینی ببینی کی رو کش، قبل از این چی شد، بعد از این چی شد. و این خب یه خورده مشکل تره و برای همین مردم واسه شون تئوری توته آسون تره، یعنی قبول کردن اون آسون تره.